حتما شنیدید که بعضی از سربازهای آمریکایی در جنگهای داخلی آمریکا دچار مریضی عجیبی می‌شدند. مریضی که هیچ دارو معالجه‌ای نداشت. این مریضی دلتنگی واسه سرزمینشون بود. از دلتنگی زیاد می‌مردند، نابود می‌شدند. بعدها این مریضی رو نوستالژیا نامیدند. دلتنگی برای لحظه‌های خوب و بدش که در گذشته اتفاق افتاده بود. چه خوبیاش، چه بدیاش، اسفناک و رنج‌آور و حتی مرگ‌آور بود. امروز دوستام رفتن فستیوال همجنسگرا، منم به خاطر شما نرفتم. انقدر که میگی بیا ببینمت ببینمت. با چه ساکتی؟ چیه؟ دوست دارم فقط نگات کنم. آره؟ به همه دخترم اینو میگی؟ بر دختری که میرسی هم اینو میگی؟ ببین من باید برم. ببینیم همه دوباره؟ آره؟ شمارم که داری؟ بهم زنگ بزن. این همه دنگ و فنگ که چی بشه آخه؟ آره راست چوقا این موضوع اصلا واسه من طبیعی نیست. خیلی هم طبیعیه، مگه میشه این پوکو نبود؟ خیلی هم آدم طبیعی. پوکو دیگه کیه؟ بذار دو روز بشه اینا با توی یک هجرت جمعی دست بیرحمی سیاد. تابستون 2011 این سری به جای سربازای جنگ داخلی آمریکا، چند دختر پسر جوانی ایرانی توی غربت. تابستونی که زود گذشت ولی آکنده بود از نوستالژی. مریم، دختری که دنیاش چت کردن بود و دوستی های خیالی. پژمان پسری که وکیل بود ولی این تابستون بیکار شده بود. روزو به شب و شبو به روز سپری میکرد. دوست خوب و همراهی که هنوز سیر حرفاشو نشنید. آتوسا دختری آروم و امیدوار که آرزو داشت یه روز عاشق بشه. کمترین توقعی که انسان میتونه از زندگی داشته باشه. به ما چند تا از دوستامون اومدن، من باید برم الان. آره به زنگ باش به زنگ. کجال دختر شوخی که باورشو از دست داده بود، آینده واسش فقط یه جور بود. یه جورایی به جون عشق افتاد ولی با تبر.
بچه ها پاشیم یه کاری بکنیم، یه جایی بریم و سلام سر رفت. کجا؟ مردم کجا میرن؟ شب تعطیلمونه مثلا بابا. بچه این دختره دیوونه مرمی سایم آقای شب کجا رفته؟ این دیوونه به هیچ کدوم از شما چیزی نگفته؟ دیشب میگفت امروز با تو قرار گذاشته تو شهر. والا این فقط دیوونه نیست، مرو هم سر کار میذاره. یعنی بیشتر از تو مردم سر کار میذاره. ولی دیشب بود میگفت انگار قرار بود امشب میخواست بره قبرستون. شوخی میکنی؟ این موقع شب رفته قبرستون شد. اونجا آرامش میگیره. تابستونی بود با این افراد. انسانایی که فرسنگ و از سرزمینشون دور بودن، اما هنوز زنده بودن. اون تابستون مثل این که تابستونی بود توأم با سکوت و هراس اتفاق. عشقم هنر بود، نوازه داشت. بفر رکسانا، شب تعطیل قبرستون خوش گذشت؟ خوب بود، بد نبود. به شما خوش گذشت؟ به ما بد نبود. یه چیزایی تو مای قبرستون شما. میرفتین بیرون، کجول گفتش که امشب برنامه است. آره شد هفته دیگه. آره آشه بس فعلا خدا بله. خدا حافظ. مادر چی بگردی؟ کسی پیدا کردی؟ بابا اینجوری پیش بره با درش رو تخته کنم برم. پسر ایرانیه اینه تو جالی بوده بکر شما کن اگه این پسر ایرانی تو این کشور نبوده ما الان چه پاک برسرهایی میشونیم. حالا کجا معلوم ایرانیه؟ خواهی برم باشه چاخ سلامتی بکنم برای ثابت چه؟ بشی سر جات بابا که تو الان تو زرنگ شدی حالا 24 ساعت سرش تو کامپیوتر آبه چت کردنت برس اصلا دنیای بیرون خبر نداره. همه خوبه دیگه. تو پذیرایی، تو اتاق خواه، تو آشپزخونه، همه جا با حاده، سریع هم پیداش میکنی، مثل شماره دیدم بابا اون دفعه، اون که تو کامپیوتر باش آشنا شدی چی شد آخرش؟ روزبه؟ عاشقش بودم، خیلی بچه ماهی بود. یک سلام که میداد، توش عشق بود، احساس بود، پر انرژی بود. من واقعا دوستش داشتم، پر از انرژی بود، خیلی باهاش آدم راحتی بودم، خیلی بچه ماهی بود. جون میدونی من چقدر نگرانتم عزیزم. آخه قربونت برم، نه زنگی میزنی، نه سراغی میگیری، نه احوالی میپرسی. تا اونجایی که برات ممکنه حتی المقدور یه زنگی هر چند وقت یه بار به من بزن، من از نگرانی در بیار. Bye-bye.
امروز مادرم زنگ زد. بنده خدا خیلی نگران حال ما کنم. یه مدت پیش رفته بود زیارت رو دعا کرده. خب یه پارچه سبز زیارت فرستاده بود که چند روز پیشه گرفتمش. ازم خواهش کرده بدمش ماکان ببنده به مچ دستش، بلکه شاید بهتر بشه حالش. چند روز پیش خواهرم الهام از تهران زنگ زده، میگه بیا ایران ازدواج کن. مثل اینکه یکی از دوستاش چشمش ما رو گرفته. خب برو، شاید حق با اونا باشه. نه بابا. چیه، نکنه میترسی؟ نه جان من، میترسی به ایران زن بگیری؟ ترس که نه. آخه میدونی چی، اون پسره بود از ایران زنگ تو بود. کیو میگی؟ همون که رفت فرودگاه دنبال زنش اینا، وقتی اومده بود بعد دست گلم گرفته بود برده بود اینا. زنه از همونجا گفت من میرم خونه خالم و اصلا دست گلم نبرد و اینا مجبور شد برگرده. چی بود اسمش؟ مومن. اون که روانی شد رفت. خیلی وقت ازش خبری ندارم. ولی دلیل نمیشه یکی دوتا اتفاق اینجوری دیگه همه رو بد کنی. خیلی هم اصلا زن یا شوهر از ایران رو بردن دارن راحت زندگی میکنن. برادرم ماکان با هم از ایران اومدیم. تو ایران که بود با هنر زندگی میکرد، با هنر نفس میکشید، ولی اینجا از هنر فراری شده بود. حتی خودم هم به سختی میتونستم ببینمش. خلاصه بگم که خلوت رو انتخاب کردیم. میدونم صدا هم میشنوی. امروز مامان زنگ زد. بند خدا رفته زیارت، نزد کرده پاچه سبز و فرستاده، خواهش کرد که اینو یه مدت ببندی دستت، خیلی نگرانته. ببین اگه این سوراخ میندازمش تو، میدونم به این چیزا باور نداری، منم باور ندارم. عالی بود. مرسی. خوشحالم از اینکه تمرکز و حواست رو رقص خیلی بهتر شده. دختر تو که شامتو نخوردی، اقلا و شامتو بخور بعد بیا چت کن. آخه تو چیکار میکنی با این پسرا؟ خب حداقل با یکیشون یه ما بمون دیگه. خدا تلافی این بدبختا رو سر در میاره. تو نمیخواد نگران این بدبختا باشی. من زاده شدم واسه بدبختی. الو. ببین، گوش کن. آقا من غلط کردم با شما یک دوبار اومدم بیرون. من بیجا کردم. ببین. نه،
مریضی برو دکتر، مریضی برو دکتر. من حوصله آدمای مریض مثل تو رو ندارم. یه بار دیگه به من زنگ بزنی زنگ میزنم پلیس. فهمیدی یا نه؟ راه من باش، تو جون پناه من باش، منو ببخش اگر که شاکی شدی ز دستم، اما بدون هنوزم من تو رو میخوام. میگم شب از اینجا که میریم خوب. یه غذای خوب بخوریم. همش کجا بریم؟ فست فود. رضا کجایی؟ بیم حرفت. خوبی؟ خوبی؟ قربانت. دیاکو رضا خوبی؟ چیزی میخوری؟ کجایی تو؟ نیستی؟ هستم. بگو جنو من چطوری؟ کجال رضا کجال خوش آفان بچه کجا؟ وسط میدون جنگ. مریم رو ببین چه لبخونی میکنه. تو چه نمیرخصی؟ چون تو نمیرخصی؟ با معرفت دیگه بدون ما نمیرخصی؟ نه دیگه ما خرابه رفیقیم. برو برخص. الکن ببین برو میام. بیا یا منو سر نذ پولا کن یا ببین بیا یا میام خیرت بده. خیلی وقت بود که شب خواب نداشت. حواس برای من و مادرش نذاشته بود. پسرم از وقتی داروهاشو مصرف میکنه حالش خیلی بهتره. چه خوب. واقعا کمک بزرگی به ما کردی. همیشه به یاد محبتهای شما هستیم. خوشحالم که داروها تاثیر خودشو گذاشته. سعی کنی تا یه مدت بیشتر از حد معمول ازش مراقبت کنی. در ضمن شب و زود بخوابه. یه کاری کنی میل به غذاش هم بیشتر بشه. چون ضعف جسمی مشکل روحی رو بیشتر میکنه. در صورت خیلی خوشحالم که حالش بهتر شده، ولی مطمئن باشین بهترم میشه. نهایت لطف درخ منو خانمان کردید. خانم خواهش میکنم. حتما تماس میگیرم. خواهش. مراقب خودتون و پسرتون باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چرا اینقدر نگرانی؟ این همه اضطراب برای چیه؟ ببین اینجا همون اتاق قبلی که اومدی، قبلا با هم اینجا صحبت کردی. برای همین نگران هیچی نباش. الان آروم باش، ریلکس باش. و مطمئنم وقتی از این در رفتی بیرون، آروم تر از اینی که هستی میری بیرون. نگران هیچی نباش.
سلام. سلام. زور بچه‌ها خانم. ممنون انتخابتون کردین. بله من جوجه کباب میخوام با نون، زیتون پرورده با دو. شما؟ شماره 5 تون فکر میکنم خیلی خوشمزه باشه. با یه نوشیدنی ممنون میشم. نوشیدنیتون چی باشه؟ یه دونه دوغ مرسی. مرسی. امر دیگه نیست؟ نه مرسی. میتونم. ممنونتتون. شنیدم این رقص این به سلامتی رویتم خیلی کمک میکنه. البته من شنیدم با یه نفرم دوست شدی. قرصاتم که مصرف میکنی درسته؟ بله. ببین عزیزم تو دختری تو دلبرای هستی. خیلی دوست دارن با دوست شن. سعی کن با آدمای بیشتری دوست بشی. نه دوست ندارم. آدمای این روزا همشون مشکل دار شدن. امروز گل میارم میذارن دم خونت. فرداشم گریت میدارم. یکی رو میشناسم میتونه کمکت کنه. مغازه‌ت از این وضعیت نجات بده. چیزی رو که میگی قبول دارم. شاید واقعا بشه وضعیت اینجوری سرش سامون میداد و بهترش کرد. بابک رو دیدیش؟ همون که از این دختر به اون دختر همون نمیداد. زایی میرخصید ها؟ اقامت نداره. مثل که دیپورتیه. فکر کنم غیر قانونی داره زندگی میکنه اینجا. عجب. میفهمم. چطوری میشه دیدش؟ میدونم که اونو. خب خیلی عالیه. آدرسشو پیدا کن فقط. آدرسشو گرفتم. فردا میام با هم دیگه بریم نگاه کنیم. پیداش میکنیم. آقا پژمان دمت گرم. کارت درست. قربونت برم. خداحافظ. میدونی اسم این نیمکته؟ بگو نیمکت. نیمکت. ای جانم لهجتو بخورم. بگو آسمون. آسمون. بلدی بگی ابر. ابر. اونم خورشیده. خورشیده. آره میدونی اسم اینا چیه؟ اینا اسمش لبه. لب. آره لب. لب. هم یه ریتم جدید تو رقصم میارم. رقصی که بتونه تبعید و به تصویر بکشه. یه چیزی که بتونه این شلوغی رو به زبان دیگه بیان کنه. غربت رو نشون بده. تبعید. دیاسپورا هنر در تبعید. من دف لازم دارم. دف کاملا سنتیه. دقیقا گفتی؟ یک صدا از عمق مشرق زمین. جالب میشه نه؟ بکش بکن. صدای دف. صدای دف زنده تو کلاسای رقصم. میخوام یه روی شرقی به رقص شاگردان بدم. گفتم برات یک جای میارم که خوب خوشت بیایه. آره قشنگه. اوایل که ما تازه از افغانستان آمده بودیم
همیشه تنها می آمدم اینجا می شیشتم اقای آرام می شدم می فهمی چرا؟ به خاطر که این منظره ها رو من تنها در تلویزیون دیده بودم جنگل، دریا، همه جا سبز او وقت خوب برم جالب بود که خودم همچین جایی بشینم آره منم اوایل اومده بودم از این حسا داشتم ولی الان اصلا حتی اگه بشنم توی یه هواپیما چشمو ببندم ببرنم یه جای تازه برسیم اونجا چشمو باز کنم هیچ حسی ندارم همه جا برام یه رنگ و یه بو خب اینا رو برای روانشناسی گفتی؟ اون صخره رو اونجا نگاه کن آه ای کاش شنا بلد بودم میرفتم تا اونجا ازش میرفتم بالا تو میرخصیدم خوش شنا کردن که یاد نداری راه رفتن که میتونی یک روز میتونیم دریاچه رو چرخ بزنیم بریم طرف صخره تو برو بالا از اونجا آره خیلی حس جالبیه اون بالا رخصیدم بعد این کارو بکنم آه حتما باز من فقط سعی میکنم چی آوردی؟ بیا بگی یکیش بگی اشکال نداره الان میفهم چرا مشتری نداری یا اگه داشته باشی هم فرار میکنه شاید هم خودم یه جورایی فراریشون میدم به به آخه از قدیم میگن کار هر بز نیست خرمن کوفتن گاوه نر میخواهد و مرد کهن بفهمید به آقا پژمان تو چت نداشتی؟ نه آقا چت نداشت این هم شد تابستون یه روز درمیون بارونه ای خبر بابکو پیدا کردی؟ بابک؟ آره همون پسره توی عروسی مژگان دیده بودیش منم میخورد سختم بود یادم بیاد کیه آره پیداش کردم میگن از زنش جدا شده اقامت هم بی اقامت جواب رد و دیپورت رو همزمان گرفته بله حالا هم قاچاقی داره دونه نمیتونست یه خود دندون رو جگر بذاره تا اقامت بگیره پژمان مطمئن اینجاست؟ آره بابا همینجاست نمیتونه اشتباه باشه همینجا ها باشه چه جایی اینجا مثل صحنه فیلم های ترسناک میمونه آخه مگه کسی میتونه اینجا زندگی کنه مجبور باشی دیگه آره فکر نمی کنم کسی اینجا باشه بریم بهتره یکم دیگه بمونیم بهتره به نظرم از کجا اومد؟ بابا خبر میدادین گاوی، گوسفندی، شتری چیزی جلو پاتون میکشیم هوا رو حال میکنین؟ یه ذره آفتاب، یه ذره بارون، یه ذره سرد، یه ذره گرم بیا بریم بالا راستی؟ من شما رو یه جا دیدم دوست دختر را به را عوض می کردم زندگی خیلی خوب بود
میگذشت برام مثل دنده ماشین چیلیک چیلیک میدونی؟ این یه سگدونی اونه ولی اینم بگم و سگا با وفا هم میبینی؟ توی یه قبرستون آروم دارم زندگی میکنم اصلا با موضوع دختر و این حرفا مشکل پیدا کردم خطر داره برام دهن، اتوبوس، هنوز اقامت ولی از الان بهت بگم و کارم خوب است ولی من سوئدی بلد نیستم غذا تو من میتره کنم مشتری ها رو تو حال بده آقا کیوه کیه بخوریم دیگه به سلامتی خودتون که اومدیم اینجا چاییه ولی خب میشه یه جورایی نه آقا سب کن اگه به سلامتی سب کن به سلامتی سکست دندونی سرباز آدم بکست به سلامتی ستن ناموس فیق وطن نوش نوش من عاشق بچم یه پسر توپل و موپل عروسی هم خیلی برام مهمه آرزو دارم خودم تو لباس عروس ببینم کژال و آتوسا و رکسانه هم ساقدوشم بشم فکرشو بکن غیر ممکن نیست منم بچه دوست دارم ولی خودم هنوز بچه هم اومدی؟ یه لحظه صبر کن کژال اومده آره خستم امروز این خر کار کردم حالا قر نزن کار همینه دیگه ببین من کجال اومده باید برم بعدم با هم حرف میزنی من فعلا بیدارم هر وقت خواستی زنگ بزن باشه حتما هوا هم بارونی بود مردم ریخته بودن بچه پرو پاشده با دوست دخترش اومده رستوران فکر کن دست تو دست هم فرداش اومده دم رستوران درود بر شما شماره میده فکر کن جلو علیرضا منم شماره خب گرفتم ولی زنگ نزدم به همه راحتی رکسانا پاشو بیا اینجا ببین چی میگه نظر بده نمیدونم شاید کاری که میکنه درسته شاید هم از این طریق دوست داشتنش به مردم نشون مثلا تو خواب بودی یا داشتی حرفای ما رو گوش سلام فرزانه هستم معلم رقص رکسانا حال شما مرسی ببخشید من مزاحم شدم شما مرسی شماره تلفن شما رو من از رکسانا جان گرفتم
زنگ زدم که هم حالشو بپرسم، هم این که بدونم چرا امروز کلاس نیومد. اوه، عجب جای خوراکی داری پسر. اینجا دونو ماست هم بفروشی، خدا وکیلی مشتری داری، حتما این کاره نیستی. اگه این کار بودم دنبال تو نمی اومدم. از کی باید شروع کنم اینجا؟ از همین الان. سلام، خوبی؟ برژنگ هستم. آتوسا هستم. من یادتون میاد؟ اجرای اون شبتون فوق‌العاده بود. مرسی منو، خوشتون اومد؟ خیلی قشنگ بود، هم من هم دوستام لذت برد. مرسی، متشکرم. خوشحالم که خوشتون اومده. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند؟ بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کنم. اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می با ما وفاداری کنم. زانتوره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کنه. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کنم. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند؟ آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند؟ تیکه پارچه‌ای که ما اون فرستاده بود برداشتی؟ آره برداشتم. ببین ماکان، میخوام باید راحت بشم دیگه، وقتش رسیده به خود بیای زندگی کنی. ببین مردم همه دارن زندگی میکنن، تو خودتو تو خونه حبس کردی، کاری به هیچ کس نداری. اون اتفاقاتی که تو ایران افتاد اصلا ربطی به دفع تو نداره، این خرافاتی که تو ایران وجود داره. تو هم با کارهای خودت داره باورت میشه که اون اتفاقات به دفع تو ربط داشته. اینا خرافات ماکان. خرافات، خرافات، یه بار، دو بار، سه بار، اینا احساسیه که من میکنم. اینا همش توهمه، این چیزی که تو ذهنته. بی خیال ککه، حالا که دفع کنار گذاشتی، تو خونم که نداریش. نه ندارم. نداشت کن. راستی مغازم داره راه میافته. چه خوب. یکی آوردم که آشپزیش حرف نداره. تا مگه دوست داری روزا بیا پیش ما. ببینم چی میشه. بیا. روزا چیکار میکنی؟ نقاشی میکنی؟ راضی هستی؟ راضی. راضی. آره راضی. راضی. یه مدت میگفتی خوابت به هم خورده و کمود خواب داری، بهتر شدی؟ یه دردیه، فکر میکنم درد دندونم باشه. فکر کنم درد دندون باشه؟ اگر دندون باشه که مشخصه که. گفتم فکر میکنم شاید درد دندونم باشه. الو، سلام، شما
آها نه خواهش میکنم. نه نه من شما آخه شمارتون رو سیف نکرده بودم. مرسی. دخترتون خوبه؟ الو سلام. نه من دیر میام، نگار کلیدا رو داره، شما برین من میام. آره آره سلام، حال شما؟ به من باید قطع کنم، تماس میگیرم، خداحافظ. حقیقتش اینه که کسی که من میخواستم به شما معرفی کنم برادر خود من بودن. بودن؟ بله، متاسفانه ایشون مدتیه که از اینجا رفتن، رفتن آمریکا. منتها اگه کسی دیگر رو من پیدا کردم مسلما به شما خبر میدم. خیلی ممنون میشم اگر کسی رو شما سراغ داشتین، من کارت ویزیت هم در اختیار شما میذارم. مرسی. ممنون شما میشم، خیلی مرسی، امیدوارم بتونم جبران کنم. خیلی متشکرم، روز شما بخیر. مرسی. سلام. سلام، خسته به نظر میرسی. نه یه مسئله یه، ولی درست میشه. من میتونم کمکتون کنم؟ فکر نمی کنم. کسی رو سراغ داری دف بزنه؟ راستی یه سوال، جریان ماکان چیه؟ راسته؟ تو چی شنیده باش؟ جریان زلزله و دکل برق و اینا. آره میدونی اون زمان ها ماکان توی تکیه دف میزد، دفی که میزد قوقا میکرد، تمام درویش ها ماتشو میبود. دف ماکان یه مقوله شده بود، ولی یه شب از خواب پرید و از این رو به اون رو شد. مادرم میگفت اون توی خواب الهام میگیره. به این پسر دیگه پسر سابق نمیشه. بعد از این اتفاقایی که توی آبادی افتاد و ربطش دادم به دفع ماکان، ماکانم اصلا باسش مهم نبود و توجهی نمیکرد. ولی یه بار به مادرم گفته بود وقتی دست به دفع میبره یه احساسی بهش میگه که اتفاق بدی قراره بیفته. تو همین جریانا بود که زلزله میاد و تمام بدبختیش رو ربط میدم به دفع ماکان. ماکانم که اصلا به حرف مردم کاری نداشته توجهی نمیکرد. دکل برق میکرد، همون جریان هست. دو تا بچه داشتن زیر دکل برق بازی میکردن، متاسفانه مردن. بعد از اون جریان دیگه ماکان دست به دفع نزد. و آخرین چیزی که به مادرم گفت این بود که اگه یه بار دیگه دست به دفع بزنه و اتفاق بخواد بیفته دیگه خودشو نمیبخشه. آخ فدات چمالی، نه کجا پیداش کنی؟ میدونم کجا زندگی میکنه، ولی دیدنش خیلی کار سختیه. تو خودت نمیشناسیش؟ چرا؟ چرا؟ ببخشین ماما، خیلی حس خوبی به هم میدین. امروز اصلا حالم خوب نیست، مریض نیستم، اما بعض وقتا احساس میکنم هیچی برام فرقی نمیکنه. اسمت چیه؟ رکسانا. خب نگفت خونش کجاست؟
چرا آخرین بار که دیدمش یه چیزایی گفت. ببخشید در باز بود اومدم تو. من در باز کردم. این اون روزیه که من میرخصیدم جاب قشنگ کشیدین. میتونم بپرسم چرا این نقاشی ها رو کشیدین؟ چون معمولا میگن هنرمنده واسه این که کار یا انجام بدن اون حس درونیشونه که مجبورشون میکنه. چه چیزی شما رو مجبور کرد؟ چیزی که بین من تو مشترکه. چه چیزی بین ما مشترکه؟ ببخشید مثل اینکه مزاحم شدم، فقط خواستم ببینمتون. اون روزم بهتون گفتم فقط به خاطر اینکه حس خوبی بهم میدید، ولی خیلی دوست داشتم بدونم اون چیز مشترک بین من و شما چیه. چپ نشه. الو فرزانه هستم، زنگ زدم حالتو بپرسم. سلام، مرسی، خوبم. خونه ای؟ آره خونم. دوستات کجا؟ رفتن دیسکو. تنهایی؟ شب تعطیلی دوتامو خونه ایم. ببین یه پیشنهاد دارم. سلام. من دیاکو هستم. سارا هستم. خوشبختم. ما امشب با دوستام اومدیم بیرون، بعد من شما رو دیدم داریم میرسیم. راستش خیلی اتفاق نمیافتاد من بیام جلو خودم معرفی کنم. امیدوارم متوجه بشین چی میگم. بله میفهمم. حالا چرا بخود زحمت دادی این دفعه اومدی جلو؟ نمیدونم یه چیزی منو کشون اینجا راستشو بخواهیم. بله حرفای تکراری. ببین بهت پیشنهاد میکنم دفعه دیگه خواستی بری جلو با دختر حرف بزنی یه چیز جدیدی فکر کن. احتیاجی به چیز جدید نبود، من چیزی که تو ذهنم بود و گفتم. آره میدونی این چیزی که تو ذهن توه، تو ذهن تمام پسره که اینجا هستن هم هست. آه ولی من مثل اونا نیستم، اونا مثل من نیستن. بله بله شما متفاوتی، شما با همه فرق داری. اگه نمیگفتیم خودم میفهمیدم.
حالا مشکل چیه؟ من مشکل ندارم. نکنه میخوای چلو برمی خوردم کنی زایه بازی در بیاری؟ نه چیه؟ اگه همین کار رو بکنی میفهمم ملتت. نه چی دوست داری؟ میخوای قربون صدقت برم؟ نه خب باسه قربون صدقه یه خود زوده، ولی فکرم اگه لبخند بزنی خیلی بیشتر بهت بیاد. نه مرسی، لبخند گوشم دختره دیگه بزنی. خب اگه لبخند نمیزنی شماره تو بده. چرا فکر میکنی شماره هم بهت میدم؟ خب اگه شما شماره نمیدیم من شماره هم میدم، ولی امیدوارم که زنگ بدم. بفرم. مرسی، منتظرم. دلش خوشه دیگه. راستی اون پسر اسمش چی بود؟ ماکارو میگی؟ آها. خونهشو بهم نشون بده، بعدم خواهم برم خودم باش صحبت کنم. ولی حالا امشب اونجا که تو دوست داری میریم. حالا دوست داری کجا بریم؟ امشب هم که شنبه است، همه جا تا صبح بازه. امشب با همه. اگه بهت بگم کجا دوست دارم برم خندت نمیگیره؟ نه عزیزم، بگو کجا دوست داری بریم. قبرستون. چی؟ قبرستون؟ آره آخه من معمولا شنبه شبا میرم اونجا میرخصم. چرا؟ چون احساس میکنم اونا، یعنی مرده ها، آروم و بی صدا به من توجه میکنن، قشنگ به من نگاه میکنن. اونا دوست تا یکی برشون برخصه. شاید زور خوشم، براسی دیگه دیگه دیارم با شرفم در کنسرت کردی خوش داره هر کس با کس نیا برزی ای باشه، این دارم مکنی بودیتم چلو کاره کنم برزی بری مسخره میکنی؟ اما مسخره چیه؟ بری مسخره میکنی؟ بری کمزه کنیزم تو دهنه؟ رب دیده نیم بزنی رای بابا باش دیوره باش گرد باش مسخره چیه؟ دستتو ول میکنم، ولی خواهی لات بازی در بری همینجا فکتو میارم پایی. ساکت باش، من رو پر دست بدنه میکنم. آروم باش. آدم دست رو انسان بلند نمیکنه. دوم این هم وطنته. گفتی همیشه میای اینجا؟ آره عزیزم. آره تعطیلات معمولا میام اینجا. دوستان میرن بیرون میرختن، منم میام اینجا. تو تاریخ مرده ها فقط یه بار رخت میبینن. دوست داری رختم رو ببینی؟ اسمشو گذاشتم رخت مرگ. آره عزیزم. Thank you.
خدا چقدر ما خوشبختیم. آخه خوشبختتر از ما هم آفریدی. خودمونم نمیدونه چی میخواد. من میدونم چی میخوام عزیزم. میخوام عاشق شم. چیزا کمی هم نمیخواد. امروز عاشق میشی فردا فاره. اما من نمیدونم عاشقم یا نه. عاشق خونه نشستن و پشت کامپیوتر وقت تلف کردن، عاشق نوشته هایی که نوشته میشه و من جواب میدم، صدایی که من تصورش میکنم. واقعا خودم موندم، من عاشق یه انسان شدم. ولی من عاشق اینم که عاشق از دیدن عشقشون به خودم لذت میبرم. من همش منتظرم، منتظر یه اتفاق. حالا اون اتفاق چیه نمیدونم. بابام همش نگرانه. یه وقت میشه که ازدواج کنیم. میترسم موقع عاشق شدم که دیگه دیر شد. به قول شاعر آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ میرم حالا که من افتادم از باکرا. اون شب توی دیسکو به اون پسر حتی فرصت دفاع از خودشو ندادی. آدم ها در غربت حساس میشن، دل نازک میشن، به فرهنگ و زبان و سنتشون بیشتر علاقه من میشن. بابکم اگه مرز خودشو رد نکرده بود حساسیت اون پسر رو بر نمی انگیخت. نه نزدیکی ها بیایی مرتم بابا یه چیز بیم بگو جمعه یه چیز بیش بگو. سر چه حالی میده به پری تو اینو؟ شما راحت باش. نگو بابا میپره تو آب، مسته مسته. بابک بیا این ور. سوال داشتم. بدبختی یعنی چی خدایی؟ همیشه از بچگی شنیدم خوشبختی یعنی چی؟ البته که شاه خودم نداره اینا، یکیش داره جلومون راه میره. من خدایی جدی پرسیدم بدبختی یعنی چی؟ حالا منظور در این سوالا چیه؟ منظورم اینه که الان دیسکو بودیم، اشغال میکردیم، براداف بودن، مسئولیم، خوشبختی یعنی این؟ الان که همه چی تموم شد، هم مسی، هم دیسکو، هم براداف، برای شنبه روز از نو، روزی از نو. یه شنبه معمولا همه بدبختن. یادم قدیما همیشه میشینم از همه کشو اینجوری میشینم. شاه خودمون یا شاه سوهد؟ شاه خودمون میگم. ببینید چه ذلیل شدم. ببینید چه بدبختی ها کش. تو این غربت سر ببینید Hello.
ای خدا یعنی ببریمش کنه حالش کن باشه باشه منم کارم خوب باشه بگیم چت بیاریم وقتی میامدیم که بارون نم وای من با دیه میرسم که حسله قرقره این شکمگونده بیریخت داره کیا میگی؟ سابکارم حالا حالا نشستیم اتوبوس دیر میاد دیر بیاد به جهنم برم دیوونه میشیم چرا؟ هرچی زنگ میزنم تلفن جواب نمیده کی؟ روزبه خوشتی ما رو تو هم با این روزبه اصلا جریان چی بود؟ یه مدت فقط اسمشو میابردی حالا هر وقت میری تو خودت اسمشو میاری من یکی هم که آخر سر نهیدمش آخرین بار که دیدمش تمام هر پاشو بهم زد چی گفت؟ ببین مریم تو فکر نمی کنی که از من این چیزی ساختی که من شاید نباشم فکر نمی کنی که توی دنیای رویاهات غرق شدی که تکستا و نوشتای من بوده که تو عاشق شدی یکم واقع بین باش تو عاشق ادبیات و فن بیان من شدی این دنیای رویایی که برای خودت ساختی من توش یه غریبم اصلا برای من ناشناست با خودت بیا مریم جون به خودت بیا اینقدر چت نکن نیست؟ فکر نمی کردم انقدر زود بیای مگه تو اینجا کار میکنی؟ ایرادش چیه؟ نه ایرادی نداره فکر کردم ماشینت خراب شده اومده اینجا نه آقا ماشینشون که خراب میشه میارن اینجا خسته نباشی اوستا خسته که هستم خیلی هم خستم ولی مطمئن باش با حرف تو خستگی من از تنم بیرون نمیره چه خبره اینجا چقدر گل همینجور دسته دسته آره میبینی یه آدم بدبختی هست اومده عاشق من شده بدبخترم شده هر روز خدا گل میاره اینجا من هر روز دیوونم کرده چشمم روشن پس خاطر خواب کشت و مرده هم زیاده همه مثل شما نیستن آقا جون که باید من اصلا هم نشه خوردشون سارا حالا با چی میری؟ با چی میای؟ اینجا فرسنگا از آبادی دوره که خونت باید دور باشه نه؟
ببخشید دندون شما سالمه سالمه، هیچ مشکلی نداره. درد شما فکر نکنم از دندونتون باشه. ولی من میخوام که دندونمو بکشید. اما دندونتون سالمه. ازتون میخوام که دندونمو بکشید. ببین معطل من نشو، برو، من خودم بهت زنگ میزنم. اگه میخوای میتونم منتظرت بمونم. بذار چیزی بهت بگم، من اقامت ندارم، یه بارم ازدواج کردم. من میرم تماس بگیرم. خواهی تو چی کار کنم؟ میتونم دوباره ببینمت؟ آره عزیزم، چرا که نه؟ به جای اینکه من برم سوئدی یاد بگیرم، تو فارسی یاد گرفتی. اون تابستون شب و روز سپری میشدم، اما با سرعتی سرسام آور. منم عاشق شده بودم. ساکتی سارا؟ چیزی شده؟ نه چیز نشده، فقط احساس بکنم یه مقدار احتیاج به سکوت دارم. سکوت؟ آره. میدونی دیاکو، یه چیزی هستش که تو باید بهش عادت بکنی، باید بتونی با سکوت من کنار بیای. عادت چیه خانم؟ من با سکوت تو صحبت میکنم. آدم که عاشق میشه حتی نفس کشیدنش هم عوض میشه. اگه پیر باشه جوون میشه، بیمار باشه سالم میشه، و خلاصه بگم باز دوباره زاده میشه. توی این بحبه هم خیلی چیزا رو فراموش میکنه. من ماکان رو فراموش کرده بودم. عاشقی من بهانه‌ای شده بود واسه آشفتگی حال اون. عاشق شدن من در غربت آشفتگی حال ماکان بود. سلام، فرزانه هستم. خوشحالم از اینکه پیداتون کردم. من شنیدم شما دف میزنی. تفاوت نگاه کردی به کتاب؟ هیچ شمه هم باز اومد. اشتباه گرفتی. نه من درست اومدم، شما همونی که من دنبالش میگردم. خواهش میکنم بذاریم من صحبتم رو با تون بکنم، نمیخوام مزاحمتون باشم. اصلا تو هم نمیام، همینجا وای میسم. گفتم اشتباه اومدی. میتونم ثابت کنم درست اومدم. خانم من درد دندون دارم، بیخوابی کشیدم، خستم.
چه خونه هنری قشنگی داری. هنری؟ بله هنری، یه حس خوبی به آدم میده. تعریف جالبیه واسه این آلونک. شکست نفسی میکنی آقا؟ در مورد چیزی صحبت کردی که سالهاست از خاطرم رفته، حتی اسمش هم یادم نمونده. اشتباه اومدی خانم. من راجع به شما شنیدم، تا یه حدودی هم از زندگیتون میدونم. زندگی؟ اگه کسی منو نشناسه فکر میکنه از نوادگان میره بابانم. این اسمو دیگه نشنیده بودم، ولی میدونم اسمت ماکانه. همطوری هم که گفتم راجبت خیلی شنیدم، ولی تنها چیزی که من در حال حاضر اینجا کشونده دف زدن شما. خانم دیگه این اسمو نیارید لطفا. با هر بار تکرار این اسم زندگی رو که سالها به دنبال خودم میکشم سنگین و سنگین تر میکنید. من از دست این اسم شهر و دیار و آبادی خودم رو گذشتم خانم. حالا شما از کجا میدونی یادآوری این اسم قسمت نبود آقا؟ یا شاید هم این قسمته که الان شما اینجا آقای ماکان. من با شما دیگه حرفی ندارم خانم. معلم رقصم. بعد از این همه مدت هم خواستم رقصم رو با روح قاطی کنم. روحای شاد، روحای خسته. خواستم بعد از این همه سال آرزوام بغلم بخوابم. شما حتی شاید باور نکنی آقا، ولی خواب همه ما هاست. تو آرامش خوابیدن، خندیدن. فکر نمی کنی مسائل خیلی داری پر رنگ نشون میدی؟ دف زدن شما میتونه ربطی به اون حادثه ها نداشته باشه. میتونم داشته باشه. ببخشید میدونم که ناراحتتون میکنم، ولی اگه دف زدن شما باعث زلزله دیار شما شده باشه یا باعث سقوط دکل برق و بعدم از بین رفتن دوتا پسر کوچولو، دف زدن شما تو این کشوری که کشور ما نیست میتونه سازنده باشه. آیا اینطوری فکر کردی؟ اونجا حادثه، اینجا سازنده. یهودی ها از کشورشون رونده شدن توی غربت، پرداختم به هنر، دیاسپورا رو درست کردم. ما از کشورمون اومدیم بیرون، ناامید و سرشکسته شدیم. فکرشو بکن، من به دفع شما احتیاج دارم. زندگی کنین آقا، زندگی کنین. روزتون بخیر. بد میاد. خیلی خیلی خوش اومدیم فرنگیز خانم. مرسی عزیزم، لطف شما. خیلی وقت بود ندیده بودیم تو. راست میگی، زمان زیادیه. من دلم برای همه تون تنگ شده بود، ولی خب میدونین کار و زندگی فرصتی برای آدم باقی نمیذاره، اونم اینجا که زمان اینقدر سریع میگذره. خب شما خانمای خوشگل خیلی وقت سوئدی؟ من 18 سالی میشه با خانواده هم اومدم، ولی پدرم مادرم برادرم رفتن، الان آمریکا زندگی میکنم. منم به خاطر کارم مجبورم اینجا بمونم. البته دوستای خیلی خوبی دارم جای خانواده هم برام گیره. چه خوب. اون وقت کارتون چیه؟ من مهندس آیتی هم. راضی هستی؟ ای بد نیست، راضی نماشیم چیکار کنم. البته الان تو قسمت شرکت کارم میکنم، رفتی به رشته تحصیلیم نداره. شادم دلیل اینکه راضی نیستم. منم که توی رستوران کار میکنم، امروزم تعطیلیم و خونم در خدمت شما. مریم آرشگره،
امروز هم دوست پسرش سورپرایزش کرده از کانادا اومده، رفته اونو ببینه. من خوشحالم که دوستای خوبی مثل شماها رو داره، از اینکه رابطه خوبی بین شماها وجود داره. ولی خب خونه آدم خیلی فرق میکنه، خونه آدم خونه آدمه دیگه. الان کجاست بچه ها؟ میدونید؟ من صبح زود بیدار بودم، تو آشپزخونه بودم دیدمش. من بیدار بودم ازش پرسیدم موقع صبح بچی تو آشپزخونه ای؟ گفتش که قراره با یکی از دوستان برم یه جایی که همیشه دوست داشتم برخصم برخصم. عجب. ببخشید. ببخشید، به من یه مسئله مهمی پیش اومده، باید برم. شما هم که اینجا دیگه خونه خودتونه، بمونید تا رکسانا بیاد. باشه، من درست میخوام. باید درست جوانن دیگه. قبل اینکه بیای داشتم به یه چیزی فکر میکردم. به چی؟ راستشو بخوای به برخورد دو پدیده فکر میکردم. میدونی منظورم چیه؟ اینکه برخورد دو پدیده باعث زایش مقوله دیگه میشه. مثلا برخورد این آب با ساحل. فکرشو بکن، برخورد آب با صخره. میفهمی چی میگم؟ برخورد مهم نیست، زایش مهمه. صدایی که زاده میشه میدونی یعنی چی؟ میفهمی چی میگم؟ زایش صدا. Thank you.
اومدم گفتم شاید ببینم تو. هنوز به دنبال ماکان سرگردونم. از کمک پلیس ناامید شدم. خودم دنبال حسم میرم. شاید زودتر پیداش کردم. قول مامانم میگفت عزیزانت وقتی گم میشن حست پیداشون میکن. نگران نباشی. چند جای دیدنش. بیشتر بیرون شهر آبادی. راستی تابستون خوبی داشتیم. بعضی روزا شاد. بعضی روزا بارونی. این اتفاق همه چیزو تغییر داد. ولی زندگی همینه. با ماکان برمیگردم. سعی میکنم بازم دوره هم باشه. این نقاش رو به یاد رکسانا به دیوار بچسبونه. دوستتون دارم. شما قرقه چته سلام کردم دیگه عشقا یه جلوی چشما بچه ها امشب نوبت منو آتوسا هست که اینجا بخوابی عزیزم قرمونت برم خودتو نزم بخواب من اینجا بخواب پاس با کی داد و بیداد میکردی؟ پاس کیو سرکار گذاشتی؟ تو دختر پاک و مهربونی هستی. ای کاش همه مثل ما میشناختنت. تو نمیخوای به عشقی بدی کنی. فقط میترسی همین. Thank you.
به به سارا خانم. سلام بابا، خوبی؟ سلام، خوبم. آفتابه کنون طرف تر اومده این برا؟ مشغول کار و زندگی و میدونی دیگه همه آدم ها یه جوری درگیر. آره، ایوال چیزی میخوری برات بزنم؟ نه مرسی، غذا خوردم، سیرم. نه دست درد نکنه. کجا به سلامتی؟ دارم برمیگرم ایران. ایوالا دیگه تصمیمتو گرفتی، آن زدی به سیم آخر. آره تصمیمو گرفتم. خبری از دیاکو نداری؟ خیلی وقت ازش خبر ندارم. چند روز پیش زنگ زد. خب چی میگفت؟ هیچی، مثل اینکه تو مرز نروژ بود. داغون دنبال ماکان میگشت. دیوونه شده دیگه، قاطی کرده، زده به کوه کمر. منم اینجا دست صحنه گذاشته. تو گل گیر کردم، نمیدونم چیکار کنم. همین امروز فرداست که آژان بریزه اینجا، منم بگیره ببره شوت کنه ایران. سر تو اینجا چی کار میکنی؟ خدا دیوونه ای. چرا من نگرانی؟ این همه اضطراب برای چیه؟ ببین اینجا همه اتاق قبلی که اومدی، قبلا ما همینجا صحبت کردیم. برای همین نگران هیچی نباش. الان آروم باش، ریلکس باش. من مطمئنم وقتی از این در رفتی بیرون، آروم تر از اینی که هستی میری بیرون. نگران هیچی نباش. ببین عزیزم، شما باید مرتب قرصتو استفاده کنی. چون این کمک میکنه که به آرامش روحی برسی. یعنی در واقع خیلی تاثیرگذاره. ولی سعی کن شبا قبل از خواب، یک ساعت قبل از خواب مصرف کنی که شبا راحت تر بتونی بخوابی. حتما این کار انجام بده. Thank you.
مردم از بس دنبالت گشتم. لاغل به این پیرزن بدبخت فکر میکرد. خیلی قشنگ ها. اولین بار اینجا. ولی حس عجیبی دارم. دژاوو؟ نه دژاوو نیست.